وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برههاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه بود که خشکید. وقتی رسید که میدید جون تو تن و خون رو زمین میماسید. دلتنگم از این سیار، دلتنگم از این بیداد. سلام، امروز به دیدار یکی از بهترین و نجیبترین ترانه‌سرایان معاصر اومدیم. ترانه‌سرایی با ده ها ترانه ماندگار، مثل همین ترانه شکار که خوندم، مثل ترانه قد بالای تو رعنا رو بنازم، مثل ترانه عشقی که زندگیم گردون مثل نسیمه، و ترانه های دیگه مثل زندونی. بله، ترانه زندونی، دنیای زندونی، دیواره، و ترانه‌سرایی که همه بیاد داریم، سلطان قلب ها، که خودش هم واقعا سلطان قلب هاست. استاد واقعا چون جزو سلطان قلب هایی ها. خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستیم. واقعا قربان تو، منم خوشحالم که بعد از سالها، یعنی بعد از برنامه‌های مختلف که با هم داشتیم، دوباره تونستم امروز شما رو ببینم. اصلا یه نکته خیلی باحالی در رابطه کار شما وجود داره که شما در واقع برای دو نسل یه ترانه ای هست که عشقی که زندگیمه، بله، که قبل از انقلاب گفتین و خیلی من البته به شکل با گروه کور شنیدم، ولی گویا خواننده خونده بودن، که خیلی مطرح شده بود کار استاد امین خرمه، بله، عشقی که زندگیمه گردون مثل نسیم. بعد از انقلاب توی دکتر محمد اصفهانی خوندن که روزی تو خواهی آمد. آره. خیلی باله که هر دوتاش گرفت، یعنی خیلی به ندرت این اتفاق بیفته که یه ملودی باشه که دو جور ترانه، یک ترانه سرورشون گفته باشه و هر دوتا گرفته باشه. این خیلی برام تجربه جالبی بود. خیلی ممنونم که به این موضوع دقت کردین. اغلب مردم عادی نمیتونن اینو متوجه بشن که یه آهنگه. در واقع آره، یه آهنگه که من همون عشقی که زندگیمه اول ساختم، خانم عطیه خونده حضورتون که عرض کنم، بعدم با یک گروه کور بچه های مدرسه در رادیو اجرا شده حضورتون که عرض کنم، جای دیگه هم کسای دیگه هم خوندن اینو. ولی بعد از به اصطلاح انقلاب این قرار شد که من شعر اینو عوض کنم و این آهنگو من گرفتم دوباره عوض کردم. شعرش شد که روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غم های روزگاران. روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غم های روزگاران. دو تا از بهترین آهنگسازایی که باشون کار کردیم. کاش وسط نشسته بودی البته. امیرشیروان روحانی مهندس همایون خوردم که بهترین کارهای شما با این بزرگواران. و با مهندس خوردم این کارهایی که با عدیه نوشتی اینا همش مال فیلم ها یا نه؟ بیشتر مال فیلم ها. بعد اومده مثلا بعضیش رادیو اجرا شده مجدد. مثلا پریشان. منو که به تو شادم پریشان نکنه. بعد اصفهانی هم بعد. اولین کاری که من بعد از که شهبازیان و معلم اومدن برای رادیو ساختم، مردوش هم آزاده، مردوش هم خوب شد. با آقای رشیدی هم کار داشتین شما؟ نه، رشیدی اون دوره که اولی که کار میکرد خیلی قدیم، ما نبودیم، خیلی قدیم. آره. بعدم دیگه تو دوره که ما اومدیم کاری نکرد، بعدی کاری نمیکرد. آره. آقای رشیدی که خودش میدونی که روز تولد رادیو، روز تولدش با روز تولد رادیو یکیه. مثلا فرقش اینه ایشون 19 سال قبل از رادیو به دنیا اومده بود. 20 سال. خیلی وقت هم از دیگه خبر ازش نیست. تو بیشتر برنامه‌ها بود. ولی عکس خیلی حسه والی داره.
این با نورانی این مثلا چه این موقعی بود که چند تا کار چیز با هم کرده درسته؟ هم دوره مثلا سلطان قلب ها و دشتستانی و اون دوره ها بود. شیر مولانی واقعا هم اون دوره خیلی برای خودش ستاره بود، فوق ستاره بود توی آهنگسازی دیگه. آره یکی نوازنده فوق العاده بود زن با احساس واقعا. آره دستش خیلی خوب بود. مثلا فرض کن نوازنده یه پیانوش من ندیدم کسی به آمادگی و به قدرت این مثلا فرض کن جزء شورا بود دیگه، جوانترین عضو شورای موسیقی بود. این بچه هایی که به اصطلاح آهنگ می ساختن می آوردن این بهتر از خود اون آهنگ سازه نوتر تا می زاشت به اصطلاح رو به اصطلاح میزه تو پپیت بزنه. آره شروع میکرد بهتر از خود آهنگ سازه میزه سر یه ضبطی از سوزه مزید که دعوت کرده بود جاز ارکست بود یه ایراد ازش گرفت اصلا ملک با هم شد بیرون چه جنگ کرد بودی چه جبه با مرد حسابی رفتی یه ارگ آوردی صدای یه ارکست ازش در میاری بعد اگه قرار بود تو فلوت بزنی باید دو سال توش فوت میکردی که بهتون صدا شو دراری خیل کرد رفت و واقعیت هم میگفت مثلا ارگی هم که اومده بود دو طبقه چیز داشت و کلید داشت و این هم خیلی کامل بود. پدر بزرگتون گویا مؤذن چاچرها بود، بعد از به واسطه ایشون پدرتون رفت توی کتابخونه کار میکرد، اسمشون شد حافظ الکتب، این فامیلیشون هم کردن حافظ الکتب. شما یادتون تو کتابخونه شما میرفتی؟ من نه، من اصلا دوره مثلا اون موقعی که ایشون اون شغلو داشت من اصلا هنوز دنیا نیامده بودم، حتی پدرم به اصطلاح گویا ازدواجم نکرده بود. بعد به اصطلاح پدر من خیلی دیر ازدواج کرده بود، با اینکه دیر ازدواج کرده و 7-8 بچه داشت 40 سالی ازدواج کرده بود. نگیش جبران آره. که عرضم به حضورتون که پدر بزرگ من که رفته بود به اصطلاح رفته بود مکه، تو راه مکه برگشتن از مکه فوت شده بودم تو راه. پدر من فامیل ایشون چی بود؟ فامیل پدر بزرگ مؤذن احمدی، ایشون هم اصلا کار به اصطلاح چیزی که اسمش به اصطلاح چیز بود به خاطری که اونجا تو شاهچرار از اون میگفته. ارزم به حضورتون که عموهای من و عموزاده هام هم فامیلشون مؤذن احمدیه. بعد پدر من به خاطر اینکه اون مجد الاشراف که متولی شاهچرار بوده به اسم مجد الاشراف این لقب به پدر من داده بود و این شغل بهش داده بود که حافظ الکتب بهش داده بود که لقبش بوده قبل از به اصطلاح رضا شاه و نمیدونم شناسنامه و این مسائل. عرضم به حضورتون که بعد به همین دلیل پدر منو معرفی میکنه به یه آقایی که میرزا احمد تبریزی بود اسمشو و ایشون اولی چاپخونه رو آورده بود تو شیراز و با یه دستگاه به اصطلاح پایی دست و به اصطلاح برق و فلان و با پا کار میکرد و این حرفا رو با دست هم که حروف میچیدن و معرفی کرد به این که بره پیش ایشون و تو کار چاپ و این حرفا وارد بشه و کار بکنه و رفت از شاید نوجوانی از مثلا فرض کن 10-15 سالگی رفت پیش اونو تا وقتی که این بنده خدا یعنی میرزا احمد فوت کرد این اصلا با هم بودن، یعنی میرزا احمد اون مثلا اواخر عمرش اینو فلج عمومی پیدا کرده بود که حتی حرف هم مثلا نمیتونست راحت بزنه و پدر من تنها کسی بود که از حرکت لبی لبخونی میکرد میگفت این چی میگه و حضورتون که عرض کنم بود تا سال 42-43 که فوت شد این میرزا احمد. آدمای مهربون واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاپرک کنیم. توی شیراز که بودیم چجوری به سمت شعر گرایش پیدا کردیم؟ کتاب خونی میرفتیم، کتاب میخونیم؟
هم پدرم هم پدر بزرگم اینا یه طبع شعر داشتن و تو کار چاپ و به اصطلاح نشریات اون موقع، یعنی همین مثلا اون کتابایی که همین زحمت با کمک پدر من چاپ کردن، باور کن که با چاپای امروز و با این دستگاهی که امروز هست و خیلی مدرن هستن و خیلی کارآمد، خیلی تفاوتی نداره. مثلا یک کتاب چاپ کرده به اسم انهار و جاریه، احتمالاً یه جایی باید باشه. این آدم باورش نمیشه که به اون به اصطلاح وسائل و به اون امکانات و اون روز این تولید شده باشه. حضورتون که عرض کنن اصلا وقتی من میگم گاهی وقتا وقتی که صحبت از اعتقادات مذهبی میشه و این حرفا، من اگر این میرزا احمد رو ندیده بودم و پدر خودم رو ندیده بودم، باورم نمیشد که یه همچین آدمایی هم هستن. مثلا فرض کنیم میرزا احمد پدر من تعریف میکرد، میگفت یه چند هزار تا اعلامیه برای شهرداری شیراز چاپ کرده بود، وقتی اومدم برده بودن پول آورده بودن که دستمزد اینو بدن، پولا خورده بوده، یه شاهی یا سندی یا پولای اون دوره. این بنده خدا میگه بابا این وقت منو میگیره، من بخوام اینا رو بشمارم باید یه نصف روز بشینم این پولو بشمارم. این بابایی که آورنده پول بوده میگه که چاره نداشتیم چون این از نواقل دروازه‌ای تأمین شده. نواقل دروازه‌ای هم که میدونی چی هست؟ عوارض بود که مثلا اون موقع از یه الاغی که نمک می آورد یا هیزم می آورد فلان قد پول می گرفتن. این بنده خدا میگه این پولو من نمیخوام، این پول ظلمه. این آدم آورنده میگه چاره نیست غیر از این نیست، اونم میگه من نمیخوام، اصلا به طور کلی نمیگیرم اون پولو. همچین مدلی بود. عرضم به حضورتون که پدر منم به اصطلاح طبع شعر داشت و خب خیلی هم آثاری داره، مثلا اون قدرت آنچنانی نیست چون ایشون مدرسه هم به اون صورت نرفته بود، اما به اصطلاح اون چیزای کتاب این حرف آره. و همین گویی مادرتون هم مادر منم به اصطلاح یه سوادی داشت و ولی خیلی علاقمند بود. وقتی که معمولا نماز میخوند همیشه یه حافظ بغل دست بود و یه مصیبت نامه شیخ عطار. نه هر دو مثلا مصیبت نامه شیخ عطار بعضی وقتا مشکله به اصطلاح فهمش برای همه. سال 30 یه رادیوی بوش بالاخره خریدیم و نمیدونم خریدن بعد اینو گذاشته بودن، گاهی مثلا چیزای موسیقی از رادیو پخش میشد، رادیو تهرانی که به سختی میگرفت، رادیو شیرازم یکی دو ساعت در روز برنامه داشت. من فکر میکنم مثلا آهنگای روح‌انگیز رو گاهی میشنیدم، آهنگای به اصطلاح اواخر قمر رو از رادیو میشنیدم. نبود چیزی که مثلا آدم دسترسی داشته باشه یا اصلا شناسایی داشته باشه به این چیزا. چرا اومدین تهران؟ چرا خانواده اومدین؟ من پدرم به اصطلاح بعد از این به اصطلاح میرزا احمد وارث این وسایل چاپ شد، این چاپ اومد بیرون و این وسایل رو، ولی نتونست کار بکنه و یه دو نفر که دور برش بودن حالا یا اون زرنگی رو داشتن یا اینکه نمیدونم زرنگ نبودن و غلطاق بودن، به هر صورت ضرر کرد و بابای من یه مقدار متضرر شد و اومد تا به اصطلاح این قرضاش رو فلان بده، همه چی رو فروخت و داد و تموم شد، یه خونه موند برای ما از به اصطلاح کل چیزی که با پدر ما داشت. و برادر بزرگ من که اونم فوت شده احمد، این تهران کار میکرد، ایشون به ناچار به اصطلاح توصیه کرد که بیان تهران. حالا شما ما هم بالاخره دست جمعی راه افتادیم اومدیم تهران. کجا ساکن شدیم تهران؟ خیابون ری کوچه آبشار. به بچه خیلی با صفاست خونه تون رو جفتی پارکه، این آره خوبی رو داره دیگه. بیم جوی قدم بزنیم موافق این یه ذره. آره اینجا که اینجا هم این همینجا بوده، منتها ما اینجا رو خود درست کردیم، اینا هم تو ولش کردم، جلو همه خونه ها بازه، میشه همش درست کنیم. میخوای یه قدم بزنیم بیام؟ خواهش میکنم. همه جور کاری دارین، از ترانه ای برای زندانی تا ترانه های عاشقانه
اقبال، مثل عشقی که زندگیمه. من همیشه فکر میکردم که ضمن این که آدم یک کاری رو میکنه برای حالا نتیجه مادی که میخواد بگیره، یه وظایفی هم داره. ولی مثلا فرض کن که بالاخره برای نمیدونم توضیح و توصیف فرض کنید محل زندگیش، برای مثلا فرض کن که اشکالاتی که تو اجتماعش هست، تو زندگیش هست، اگر دقت کرده باشید تمام اون چیزایی که یه مقدار شاید بوی غیر به اصطلاح عاشقانه میده، بوی مثلا فرض کنید که مسائل اجتماعی میده، بوی مثلا فرض کنید که کاستی های زندگی رو میده، اینا رو بالاخره باید بهش اشاره کرد. یکی از چیزایی که میشه گفت که جلوشو نمیتونن بگیرن همین ترانه است. که آدم حرفی که میزنه خود به خود ناخودآگاه به گوش مردم فرو میره و میشینه. کما اینکه فرض کنید که من یه وقتی یه شعر ساخته بودم به اسم بدگمان، در مورد آدمایی بود که مخصوصا اوائل زندگیشون، زندگی زناشویی، خیلی حساسیت دارن. مثلا شوهر نسبت به عروسش، زنش، که کیک چرا باهات ظرف حرف زد، چرا با اینکه نگاه کردی فلان، همین میشه باعث اختلاف و فلان و درگیری و شاید گاهی وقتا باعث مثلا فرض کن به وجود اومدن طلاق و این مسائل. مثلا من این بدگمانی که ساخته بودم بعد از چندین سال یه جا مهمون بودیم، یه زن، یه خانم آقای اومدن بدونی که من بشناسم، گفتن که آقا میدونی تو چه خدمتی به ما کردی؟ گفتم نه. گفت شما زندگی زناشویی ما رو نجات دادی. گفتم چطور؟ گفت ما اختلاف داشتیم با شوهرم و فلان، داشتیم میرفتیم که اصلا یه جوری تموم کنیم این قضیه به اصطلاح زناشویی رو، تو ماشین این بدگمان رو پخش کردن. با صدای کی بود؟ با صدای روان بخش. آره. که بگو ای همسر آزرده، ای همسر آزرده، من دیدی من یادمه. این همین به اصطلاح همینقدر باعث دلخوشیه. این من به کار خودم کردم. ای همسر آزرده من، ای لاله پژمرده من، آخر لبد آمد به فریاد. تا اینکه یه دفعه انجمن ایران و پاکستان حسین صمدی آشنا شد. آره آشنا شد. حسین صمدی میگه که تو ترانه هم میتونه بسازی. آره. و اون موقع تحت تاثیر کی بودین خودتون؟ در اونجا معلومه که تصنیف اینا زیاد شنیده بودین، یعنی آدم این ما بالاخره رادیو. ببین مسئله این بود که بیشتر به سال وسیله شنیداری فقط رادیو بود. یک تلویزیون داشتیم که تلویزیون کانال 3 که بعد شد کانال 3 بود، اونم زیاد فقط نه آنچنان خواننده اون چیز نداشت، هم خواننده قدیمی رادیو به اصطلاح بودن، رادیو بیشتر به اصطلاح مورد اقبال مردم بود. تو قبل از اون غزل اینا میگفتی، این غزل خوب گفته بودی، غزل و شعرهای مختلف مثلا این حرفا داشتن، گفتی مثل این در واقع دو بیتی های به هم پیوسته هم کار کرده بود، این کار را اینجوری کرده بود. ببینید غزل و قصیده و فلان یکی از اشکالاتش اینه که آدم گیر قافیه میفته و این قافیه پابند میکنه، مجبوری بری دنبال حرفی که به قافیه جور در بیاد. و این دو بیتی پیوسته یا اینکه شعرهای بعدن شعر نو فلان، حسنش به این بود که پابند قافیه نیستی، مثلا تو همون دو بیت شما قافیه رو رعایت میکنی. دو بیتی به هم پیوسته همون چیزی که هست که چهارپاره بعدن بشه، چهار پاره اونه دیگه. آره. چون منظور که لزوما وزن دو بیتی که نبود، یعنی هر وزنی که دوست داشتین انتخاب میکردین دیگه، پس میشه چهارپاره ای که بعدن. آره. بشه چهارپاره شد دیگه. آره. من آره دیگه این شعر رو خوندم و خیلی استقبال شد، برعکسی که اون چیزی که خودم فکر میکردم، چون همه اونایی که اونجا به صدا شعر میخوندن و فلان سنتی بود و غزل بود و همون مثلا مثنوی گاهی وقتا بود و یا از این قبیل، بیشتر چند شعر سنتی بود. این آقای دکتر زبولانی بود به صدا چیز فرهنگسرا، گفت که آقا شما بفرمو شعر دارین؟ ناچار گفتم آره. اومدم اون مخلوق رو خوندم که نیمه شب شبه مرگ سیاه. اینو بعدا ندادین کسی بخونه شعر رو؟ شعر به اصطلاح به درد موسیقی نمیخوره، هم بلنده، همین که تیپش یه جوری خیلی غمگینه.
عرضم به حضورت که خیلی استقبال کردن و آقای دکتر آقای صمدی هم اینا صحبت کردم قبلا که اونجا این به اصطلاح انجمن رسمش این بود که تو برنامه‌های هفتگیش یه هنرمند رادیو تلویزیون یا حالا کسی دیگر هم می بود برای تغییر زاویه و یه آنتراکتی. بعد که جلسه تموم شد و انجمن تموم شد منو کشید کنار گفت شما ترانه میتونی بسازی؟ گفتم من ترانه نساختم تا بال نمیدونم. این به من گفت بیا من یه آهنگ دارم میخوام اینو بدم به خانم روح پرور بخونه، اینه یه چیز روش ببین میتونی بسازی. گفتم باشه، رفتم دفترش رو آهنگش رو گرفتم، اون شعر دیگر مگو رو ساختم. شعر که ساختم نوعی بود که به زبان زن قابل تذیرش بود. ارزم بزرگی که یه شکار بعد از چند وقت یک کسی گفت تفنگ از دست من گرفتی. این کافیه میدونی؟ بالاخره یه چیزی میگی و این وظیفه به اصطلاح فکر کنم آدمی که در حیطه های فرهنگی کار میکنه وظیفهش هست که اگر میتونه اشکالاتو بگه، مسائلی که واقعا خودش فکر میکنه لازمه یادآوری بکنه. ولی نکته جالبی در مورد شما وجود داره و اون که شما بله شما یه دوره‌ای شروع کردین که با آدمایی مثل استاد همایون خرم و انوشیروان روحانی بیشترین در واقع کاری که انجام دادیم با اون آقای سلیمان اکبری بیشتر کار کردیم و دو حالا من اون ایشون رو سلیمان اکبری ذره فرق میکنه ولی آقای روحانی و آقای خرم کسایی هستن که در واقع در ارتباط بیشتر با موسیقی سنتی در واقع اصیل ایرانی محسوب میشن و مثلا و شما همیشه بینابین موندین، یعنی نه موسیقی سنتی تصنیف موسیقی سنتی ایرانی کار کردین نه پاپ صرف که مثلا دهه 50 یا مثل شهریار قنبری یا جنتی عطایی و کسای دیگه کار کردن، همیشه بینابین موندین. دلیل عمدش چی بود؟ علاقه خودتون بود یا اینکه اهل این باندا و این گرده ها و اینا؟ من قبلا به شما گفتم اونا عقل معاششون بیشتر از من میرسید. میرفتن همیشه گروه میشدن، مثلا فرض کن یه خواننده تاپ مثل داریوش و اینا مونوپول کرده بودن، یعنی یه جوری چیز کرده بودن که یه مثلا تیم شده بودن، یه باند شده بودن مثلا. و من گفتم به شما یه مقداری گاهی وقتا اعتماد به نفس تبدیل میشه به چه میدونم غرور بی خودی. یه وقتی آدم به اصطلاح میدونه که آقا یه کاری هست، یه کار به اصطلاح گروهیه، یه کار منحصر مثلا به کار من نیست، من خیلی کار به اصطلاح خوب دارم، یه کاری که مثلا اگر یه خواننده خوب میخون یه آهنگش آهنگ کاملا مناسبی بود و به اصطلاح تو جای مناسبی این اجرا میشد و پخش میشد احتمال زیاد جز کارهای موفق بود، جز کارهای مثلا گرفت بگیر بود، ولی خب نشد به این دلیل که مثلا اون قسمتهای دیگه مثلا آهنگ ضعیفتر بود، خواننده اون خواننده نبود. متوجه چی میگم؟ یه چیزایشو خودم میدونستم از همون اول متوجه شده بودم، یکی از همون که به شما گفتم گفتم اغلب وقتی نگاه میکردی میدونی یه خانم داره میخونه منتها باز دوباره اون چیزش اون شنوندهش اون کسی که داره به اصطلاح اون خطاب میکنه اونم زنه، این غیر طبیعیه. یا یعنی اینکه مثلا طرف ساخته که خاطر از آیت که آن شب از جنگل ها گذشتیم و تن سرد درختان یادگاری نوشته. وقتی فکر کنی درست شعر همچون چیزی نداره قاعد و قانون، ولی بیقانونه، بیقانون هم نیست. وقتی یک کسی بشنوه اینو آن شب از جنگل ها شما چطور گذشتی، چطور تو اون سیاه شب از تن سرد درختان نوشتی و فلان، این به هر صورت اگه بخوای روش فکر کنی این احمقانه است. یا اینکه اینا اومدن متاسفانه مد کردن شعر آزاد ساختن و دادن دست آهنگساز. البته اینا هم بازم دوباره عقلشون میرسید که به آهنگسازهایی بدن که خودشون هم آهنگساز مثلا قدری بودن، آهنگسازهای کارکشته بودن. من معتقدم که اینا یه مقداری لطمه زدن به بعدیا،
به کسایی که بعد میخواستن ترانه سرا کردن. در واقع جریان کار رو عوض کردن، یعنی عوض کردن. تو موقع بیشتر ترانه سرا کسی بود که روی ملودی کار میکرد، بتونه کار کنه، بتونه کار کنه، ولی بعد از اون جریان جدید که اومد دیگه روی شعر کار میکردن بیشتر. آره بیشتر مثلا شعر رو میساختن و میزن به کسی که طالبش بود. کم اهمیت ترین قسمت به اصطلاح یه ترانه رو همون شعرش رو در نظر میگیرن، برای که همیشه شاعرها بی دست و پاتر از همه هستن. متوجه چی میگم؟ من همیشه به اصطلاح بین 130 تومن همیشه به اصطلاح بابت شعر من قیمت میذاشتن. شعر نمیرقصی رو چون خود نایر سینا تایید نکرده بود و تصویب نکرده بود، برای من قیمت زد 90 تومن. مش میگونی؟ بهش برخورده بود حالا هرچی، چون خیلی گرفت. یه دفعه مثلا هر جا رد میشد این میشنیدی، این تا بیاد ساخته بشه یه 9 ماه طول کشید. روزی که قرار ضبطش رو گذاشته بودن، من داشتم آخرین دستکاری ها رو تو شعر میکردم. البته آهنگش هم همینطور طول کشید تا ساخته بشه. آقای روحانی شما رو از طریق همین ترانه شناخت و پیدا کرد؟ آره روحانی، یعنی بعد از این ترانه بیشتر آدمایی که حالا چه خواننده چه آهنگساز علاقمند بودن با من کار کنن. یعنی میرم مثلا فرض کنید به شورای موسیقی یا مثلا شورای شعر و این کار بدیم مثلا شیرازی بسازه، این بود که دیگه مثلا زورشون به من نمیرسید. یعنی مثلا خود اینا من تعیین میکردن که فلانی، یا مثلا خواننده ها میمد مثلا طرف میگفت که شیرازی این شعر من رو همون کاری که مثل کاری که بیرون میسازی مثل اونا بساز. دیگه فکر نمیکرد که من نمیتونم بسازم، یعنی چیز نمیشه، تصویب نمیشه. یکی از حسنایی که کار بیرون برای من داشت همین بود که به اصطلاح کارهایی که من رادیو تلویزیون نمیتونستم انجام بدم و نمیتونستم بسازم، تو کارهایی که بیرون سفارش میدادن میتونستم بسازم. سلطان قلب ها ایشون به شما گفتن که فردین پیش بیا، فردین به شما پیشنهاد داد یا برای این کار؟ اینو به اصطلاح من با روحانی رفتیم استاد میساقیه، اونا یه چیز داده بودن به اصطلاح دعوت کرده بودن که روحانی برای فیلمشون آهنگ بسازه. فردین با ایرج به اصطلاح یه مقدار میشه گفت که کلکل کلامی داشتن، که ایرج ادعا کرده بود که فردین با آواز من شد فردین، یا اینکه من به اصطلاح اگر صدای من رو چهره فردین نبود، فردین یه موفقیت به این حد رو نداشت و از این حرفا. و آقای فردین هم خدا بیامرز خواسته بود که خلاف اینو ثابت کنه، تصمیم گرفته بود که تو فیلمی که داشتن می ساختن که خود فردین هم کارگردانیش کرده بود، ایرج رو کنار بذاره و با یه خواننده دیگه کار کنه. و خب آهنگی هم که انوشیروان روحانی ساخت یه والس بود که تقریبا میشه گفت با صدای ایرج نمیخوند. وقتی که من این شعرها رو هر کدومش رو بردم نه خیلی خوششون اومد، گویا اول هم نمیخواستن اسم فیلم سلطان قلب ها باشه. حتی من تو شعر رو بردم سلطان قلب هم تا هست یه فلان، مسجل شد که سلطان قلب ها. سلطان قلب ها علاوه کلامی، حالا مثلا آدم به سختگیرانه از دید شاعر و ترانه‌سرا نگاه کنه خیلی ساده است و روی کاغذ میبینی ترانه خیلی چیزی نیست. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی در بوده، چیز خاصی نداره. نداره، همون یکی از محسنات بعضی از کارها البته اینه که خیلی ساده هستن و خیلی راحت، خیلی دلنشین، خیلی سریع به اصطلاح قابل درک، قابل فهم. شما نمیخواستی مثلا مثلا یه چیز شاعرانه مثلا چیز بزنی، یعنی عمدن تلاش میکردین که راحت باشه و چیز شاعرانه سخت نباشه؟ ببین مسئله، من قبلا به شما گفتم کار مثلا کاری که یه چند ژانر داره، چند تا به اصطلاح مشخصه داره، آهنگ هست، ترانه هست، خواننده هست، به اصطلاح جای ارزش هست، اینا هر کدومش ضعیف باشه لطمه میزنه به اون بقیه. مثلا کار باید یه جوری باشه که همش به هم بخونه. من فکر کنم مثلا فیلم سلطان قلب ها خودش هم یه چیز خیلی ساده پیش با افتاده لطکاری، از طرفی آهنگ هم خیلی ساده است، منتها باز خیلی دلنشینه، والس خیلی نرم و راحتیه، خواننده هم خواننده خوبیه. این عشقی که زندگی من همون وقتا ساخته شد چه سالی بود؟ عشقی که زندگی من
سال 49 آره 48 دیگه من با خورم هم کار میکردم. من 3-4 سال پشت سر هم با مهندس خورم هم با روحانی کار کردم. با روحانی مثلا 3-4 سال هر چه کار کرده مال منه، مهندس خورم هم تقریبا هر چه کار بیرون کرده به اصطلاح فیلم و فلان بوده کار منه. چرا شما توی در واقع خیلی از تقسیم بندی هایی که راجع به ترانه میشه به طرز غیر منصفانه ای از نظر من نیستین؟ مثلا میگن ترانه نوین ایران، ترانه سرای نوین ایران، جریان تازه کلام اینجا همش تقسیم بندی میکنن و شما کمتر حضور دارید، در حالی که جزوی کسایی بودی که در همه ژانرهای مختلف کار کردیم و تو همه اینا موفق بودیم و خیلی هم کاراتون رو مردم دوست داشتن. حالا مسئله اینه، خیلی ها این موضوع رو اتفاقا چیز میکنن و خیلی ها که منصفن و مثلا اهل فرهنگ هستن اینو اعلام میکنن، میگن تو شروع کردی اصلا همین ترانه نوین رو با تو شروع شده و واقعیت هم همینه. نوین یعنی چه؟ تا وقتی که مثلا زندونی ساخته نشده بود کی اصلا به فکرش میرسید که در این مورد حرفی بزنه یا اصلا جرأت میکرد حرفی بزنه؟ که خب برای من هم یه مقدار دردسر شد، ولی البته به جایی نه به اصطلاح جای باری که نکشید حضورتون که عرض کنم. و بعد حسین منظری وقتی من این شکار رو ساخته بودم یه دفعه منو دید، گفت من فکر کردم تا همش فقط اون کارهای اینم فیلم و فیلم پارچه فلانی حرفا رو میسازی، ولی عجب کاریه این شکاره. خب کردی؟ بعدن که شنیده بود. خب این آدمی که به اصطلاح فهیم هست و دنبال این حرفا هست اون میفهمه قضیه از چه قراره. دوره‌ای که همین کار بدیزاده اجرا شده و پخش شده و ساخته شده به اصطلاح منطقی تر بوده کار، برای مثلا فرد بفهمید که اقشار مختلف مردم اینا کار میکردن، یه پول خروس خیلی کار جالب مردمی هست، این چیزی هست که زندگی میکردن مردم باهاش. یارو میمده تو خیابون، نمیدونم دیدید شما یا بوده دوره شما، ما شهیدیم دیگه، برای همی که دارم میفروشه دیگه. یارو آقا نمیدونم سینه آبنبات چیز میذاره دستش، آبنبات هایی که دورورش خشک بود وسطش شیره ای بود، شکل خروس، شکل موجودات مختلف، خیلی هم ساده بود ساختنش، یه قالب داشت میذارن تو آرد شکل میگره، بعد این شیره رو میریختن توش، دورورش خشک میشد توش شیره بود هنوز، این خروس بود، نه مار بود، نمیدونم فرض کنید حیوانای دیگه، بزغاله بود فلان بود، شکلای مختلف اینا میوزه داد میزد، مثلا یکی یه پوله خروس، یعنی یه خروسی که دارم من میفروشم یکی یه پوله، یا مثلا ماشین مشتی ممدلی، این چیزایی بود که بوده، این فرهنگ مردم بوده، اون چیز بوده که تو اجتماع رایج بوده. ولی خب اینا رو جزو جریانات روشنفکری حساب نمی‌کنن در حالی که منطقی‌تره. منظورم اینه که ببین اگر بنا بشه تقسیم بشه، مثلا تا مثلا فرض کن قبل از انقلاب هم یه مقدار این حالت بود، مثلا خواننده ها و آهنگسازا و ترانه‌سرای لاله‌زاری تو به اصطلاح فرهنگ خودشون کار میکردن یه مقدار زیادی، ولی باز مثل اوائل فرض کن سال 1300 و تو دوره رضا شاه و این حرفا به اون بسعت نیست که شامل همه اقشار مختلف مردم بشه. من مدتا میخواستم مرداب خودم بسازم، سوژه مرداب چیزی بود که یادداشت کرده بودم که اینو بسازم. عرضم حضورتون که از تردنان سرفراز شعر چیزو گرفته، رو اون اقتباس کرده از شعر چیز فرخزاد، فروغ فرخزاد، مرداب فروغ فرخزاد، اگه بخونی تقریبا همونه، ولی خرابش کرده شعر فرخزاد و اقتباس کرده از شعر فرخزاد، ولی با اون جونداری نیست، شعر فرخزاد خیلی قشنگه واقعا. من حسرت میخورم که چرا زودتر نساختم اینو که عرضم بهتون که اردن و سرفراز ساخت. آدم ها با هم و تنها هر کدوم یه جور معمان. شما چرا کتابش شعراتون منتشر نمی‌کنید؟ من والا متاسفانه وقتی که داشتیم به اصطلاح تغییر مکان میدنیم خونه رو، جایی نداشتیم و این من به اصطلاح کتابام و کاغذام رو بردم تو زیرزمین خونه برادرم
دنیاوران. منشون هم یه آبگرم کنه برقی خریده بود که از همون به اصطلاح صنایع اولیه ایران بود و هیتر این آبگرم کن روی آب گذاشته شده بود و این به اصطلاح آبگرم کن ترکید و ترکیده بود و تمام کاغذهای من مخصوصا شعرهایی که پاک نویس کرده بودم که نگه دارم تمام اینا خمیر شد و از بین رفت. البته یه تعداد زیادی از این کارها رو دوستان کمک کردن، جمع کردن. عرضم به حضورتون که یک تعدادش تو ذهن خودم بوده، یه تعداد زیادش صفحه هاش هست، سیدی هاش یا کاست هاش هست. اینا رو جمع کردم که حالا قراری که چاپ بشه و حدود شاید 200-300 تا ترانه هست که الان در دست رسانم. از همون حدود فکر کنم 500-600 تا ترانه گفته باشین، یعنی شاید هم بیشتر. آره شاید هم بیشتر.